بازگشت پرقدرت اساسینز کرید، این بار در ژاپن. سلام، من نیما هستم و خوش اومدید به این ویدیو خفن که قراره تریلر اساسینز کرید جدید یعنی شادو رو با هم دیگه با زیرنویس فارسی ببینیم و همه اخبار و اطلاعاتی که سازنده بازی تا همین الان در اختیار گذاشتن و بعدش با هم دیگه میام و بررسی میکنیم. اما اول با هم دیگه بریم یه تریلر رو با زیرنویس فارسی ببینیم که واقعا اساسینز کرید جدید چی برامون داره و هایپ و قشنگ بردن بالا، ترکوندن. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. Let's do this. اوفانی شروع شد. شوریگن کشید. بسر، چه عشقی کنی. کی هستی؟ به کی خدمت میکنی؟ واو، قاتلت اومده سراغت، بدبخت. واو بسر، همه چیزهایی که تو زندگی میشناختم یویسافت اورجینال. فضاسازی یویسافت عالیه. فرهنگمون، خانواده هم. این شخصیت یکی از شخصیت اصلی بازیه. اشاره به جنگ‌های داخلی توی ژاپن تو فضاسازی بی نظیر یویسافت. مای گاد، عشقی. کتلت شدی که بشن. این خونشو چکید رو زمین. تو قورباغه‌ای در چاهی که هیچ چیزی از دریا نمیدونه. اقیانوسا پر از کشتی جدید. عالیه. این یازوکه از اولین سیاپوس سامورایی یا ارسس واقعیته. قدرت. انتقام. سر. طراحی لباسا که بی نظیره. بیبی. با یه حرکت 4 نفر رو منهدم میکنه این بازیکن. این یازوکه است. و تو مسیر اون رود رو ادامه میدی. چراشم باله. بس باید دنبالش بگردیم با هم دیگه و اینجا مسیر اون یکی میشه. دو تا کاراکتر اصلی داریم، یه زن و یه مرد. یه مرده بر اساس واقعیت بچه ها. یاسوکه اولین سامورایی سیاه‌پوست جهانه. این باید یاد بگیریم اعتماد کنی، از نو بسازیم. چطوری؟ و آیین شمشیر رو دنبال کنیم. آیین تیغه، بلید. بیبی بیبی ورو ورو ورو. یه رپلوت. واو مای گاد. یس یس، همین رو میخواستیم از اساسینز کرید بابا. لا اصلا همین رو میخواستیم. بالاخره رفتن ژاپن. یاسوکه اومد. این بزن برو جلوه. اون مخفی کاریه دختره، مشخصه. چه آهنگ زیبایی. یس یس یس، بد میزنه. خرکی. گفتم به کی خدمت میکنی؟ برگشتی اینجا. خوی سرت ناخون عزیزم. ما سایه هایی هستیم که به نور خدمت میکنی. او بیبی جیسس، وو چه خفن بود هیدن بلیدش. 25 آبان 1403 همین حالا پیش خرید کنی. خب بچه، تریلر رو با هم دیگه دیدیم و واو که چقدر خفن بود و هایپ من یکی رو که برد بالا. من سالهاست منتظرم که این فرانچایز پاش رو تو آسیای شرقی بذاره و ما بتونیم یک اساسینز کرید خفن توی ژاپن داشته باشیم. اما اطلاعات زیادی خود سازنده بازی یک ویدیو دادن بیرون و توش درباره همه قسمت و بخش مختلف بازی صحبت کردن که بی نظیره. فقط اینجوری میتونم بهتون بگم. اما با داستان بازی شروع میکنیم. داستان بازی در دوره آزوچی مومویاما بین سالهای 1579 تا اوایل دهه 80 روایت میشه.
همچنین افراد تاریخی مانند فوجی با یشیناگات بزرگترین متحد کننده ژاپن، اودا نوبوناگا استاد قبیله ایگا در داستان بازی نقش برجسته‌ای خواهند داشت. این دو نفر بر اساس شخصیت واقعی تاریخ انتخاب شدند. شخصیت اول ناو، همون دختر ناتنی فوجی بایشین ناگاتو است. او توسط پدرش آموزش دیده تا یک شینوبی ماهر باشد. پس ما فهمیدیم که دختره طبق اون گیم پلی هم که تو کاتسین و تریلر ازش مشخص بود یک شینوبیه و سیستم مخفی کاری با دختر است. شخصیت دوم یاسوکه، یک شخصیت واقعی تاریخی است. یاسوکه اصالتاً آفریقایی بود. در سال 1579 به همراه پرتغالی ها به ژاپن اومد که ما تو سریال شوگان هم اگه بچه ها دیده باشید نشون دادن که پرتغالی ها نقش مهمی تو اون سالها داشتن. یه ژاپن نفوذ کرده بودن، حتی مسیحیت رو آورده بودن و به زودی به استخدام لرد اودا نوبوناگا به یک سامورایی تبدیل میشه. یعنی یه جوری انگار که ساید مقابلن در ابتدا، یعنی روبروی هم قرار دارن. حالا طبق سیستم بازی با هم متحد میشن دیگه، اونجوری که توی تریلر دیدیم. شما میتونید در هر زمان بین دو تا کاراکتر ناو و یاسوکه جابجا بشید. پس دست خودمونه که ماموریت ها رو با کدوم کاراکتر ببریم جلو. همچنین در مورد شخصیت های بازی گفتن که ناو یک شینوبی سریع و چابکه که مهارت های خودش رو از قهرمانان کهن اساسین الگو برداری کرده. سیستم مخفی کاری با دختر است دیگه. اما یاسوکه اولین سامورایی سیاه‌پوست ژاپنه و همچنین قابل ذکره که یاسوکه اولین شخصیت اصلیه که بر اساس واقعیت در فرانچایز اساسین کرید حضور داره. متعالا شخصیت واقعی داشتیم تو این سری، ولی اینکه شخصیت اصلی بازی بر اساس واقعیت باشه نداشتیم و واسه بار اولی که داره اتفاق میفته. اما خفن ترین بخش تریلر همون انتهاش بود که اون هیدن بلید رو به اون حالت خفن و خوفناکش میکشه و میزنه جر میده که درباره هیدن بلید اومدم توضیح دادم. گفتن شخصیت ناو یک تیغه محوری هیدن بلیدش درست مانند هیدن بلید عنوان اساسین کرید است که متفاوت بود. و خب عکسی هم که الان روی صفحه میبینید دقیقا هیدن بلید نشون میده که نسخه ارتقا یافته یه همون هیدن بلیدی که ما همیشه تو این بازی داشتیم که واقعا همون سبک سامورایی تور اومدن درستش کردن و خیلی من با این بخشش حال کردم. اما در رابطه با سیستم مخفی کاری پارکور اومدن توضیحاتی دادن که الان جلوی من براتون میخونن. نوشته که با خیلی تمرکز اصلی گذاشتن روی روشنایی و تاریکی و محیط، یعنی از سیستم تاریکی محیط باید استفاده کنید واسه مخفی کاری. مثلا نوشته که شما تو بازی میتونید در سایه ها پنهان بشید و حتی از بین بردن فانوس ها یا کشتن دشمنان که مشعل به دست دارن محیط رو در تاریکی فرو ببرید و از آن برای کشتن و یا پیشبرد اهداف خودتون استفاده کنید. یعنی مخفی کاری قشنگ بهش پرداختن، همون چیزی که من دوست دارم واقعا به این سری دوست داشتم که برگرده، مثل اینکه واقعا برگشت و ما با یه اساسین اسکرید خفن بچه‌ها طرفیم. این بازی فوق العاده میشه. ببین کی گفتم. همچنین در بازی یک نوار سنجش نور وجود داره که نشون میده که به چه میزان در تاریکی قرار گرفتید و خوب پنهان شده اید یا مثلا نه. اندازه آن بین دو قسمت کاملا پنهان و کاملا آشکار جابجا میشه. یعنی یک نواره که به ما نشون میده اینجایی که هستیم ما رو میبینن نمیبینن چه جوریه. یعنی شانس درصد داره که قشنگ بهتون میگه که اینجایی که مخفی شدید قابل رویت دشمن هست یا نیست. این بخشش خفنه. نوشته که نوع جدیدی از NPC ها به نام خدمتگزاران در بازی وجود دارن که شامل رنگ‌های مختلف میشن و از شهروندهای معمولی تا دشمنان شما متغیرن. اونها توانه جنگیدن ندارن اما میتونن نیروهای کمکی را خبر کنن و یا آلارم های مبارزه را به صدا در بیارن. آنها مسیر گشتنی خود را دارن و شبها با یک فانوس گشت میزنن. که این واقعا خفنه، ما تا حالا همچین چیزی نداشتیم و میتونیم یه سری افراد به استخدام خودمون در بیاریم. استراتژی های جدید و خفن در بازی. گزینه این خیلی خفنه، گزینه برای ناکدان کردن دشمنان برای پیش بردن مراحل به صورت مخفیانه وجود داره تا بازیکنان بتونن در صورت تمایل بازی را صلح طلبانه تر دنبال کنن. البته اشاره کردی که فقط در مراحلی که باید مخفیانه تهش کنید همچنین قابلیتی براتون وجود داره.
شما میتونید در بازی روی زمین بخزید و از دهانه های کوچک عبور کنید. همچنین نوشتن که ناو داره یک قلابه که همون گرپل هوکه که مشابهش ما توی گستاف سوشیما داشتیم، اما تفاوتش اینجاست که شما توی اساسین اسکرید دیگه هر جا رو که خواستید میتونید قلاب بندازید، این بازی هیچ محدودیتی نداره. ما با دست خالی توی اساسین اسکریدا از دیوار راست میرفتیم بالا، حالا که قلاب داریم و ریالستیک ترش کردن طبیعی تره. من این قضیه رو خیلی دوست دارم. ویژگی ایل ویژن برگشته که نشون میده دشمنان رو رنگ‌های مختلف، نوشته که دشمنان با رنگ قرمز و خدمتگزاران شما با رنگ نارنجی مشخص شدن. در این سری از اساسینز کرید شما دیگه اون پرنده همیشه یه نوادین خودتون رو ندارید که محیط براتون میرفت و جستجو میکرد، که از اساسینز کرید اوریجین شروع شد دیگه که توی مصر بود و توی شماره بعدی، سه تا شماره بعد اوریجین هم یه آدیسی بود، توی والهالا بود و توی میراج هم بود، اون حذف شده و الان باید خودمون بریم بالا. و من این قضیه رو خیلی دوست دارم، خودمون میریم بالا روی ساختمونا مثل اساسینز کرید قدیم، محیط رو بررسی میکنیم که ببینیم محیط اوکیه بریم تو دل دشمن یا نه. کلی هم عکس کانسپت آرت از بازی منتشر شده که من دارم روی صفحه براتون میذارم که قشنگ نشون میده که با اولین اساسینز کرید نسل نهمی، چون فقط قرار برای نسل 9 بیاد و خب اولین اساسینز کریدی که برای نسل 9 میاد، بس قبلی ها میراج والا حالا اونها روی PS4 هم اومد و انتظار یک گرافیک بالا رو میشه داشت که از عکس بازی هم کاملا این مشخصه. و اما توضیح بعدی سازنده ها درباره سیستم مبارزات بازی بوده، نوشته که در این دوره از تاریخ ژاپن سپری برای استفاده در مبارزات وجود نداشته، پس تنها سپر دفاعی شما زرهی است که به تن میکنید. خب واسه دشمنای شما هم هست دیگه، این خیلی خوبه چون یه اون گارد مسخره رو مثل بازی قبلی نمیگیرن جلوتون رو، میزنید پرپر میکنید، بتمن تور میرید تو دلشون. مهمترین عنصر مبارزه اساسین کرید شادو داج کردن و موقعیت یابی درسته. به عنوان یک سامورایی یاسوکه میتونه از سلاح خودش برای دفع حملات و پری کردن استفاده کنه، اما سیستم مبارزه ناو متفاوته. ناو نیز میتونه در نبردها شرکت کنه اما قابلیت دفع و پری کردن حملات رو نداره. در عوض میتونه ضربات دشمن رو منحرف کنه که منحرف کردن با پری کردن فرق میکنه. نوشته سازندگان تفاوت پری و منحرف کردن ضربات رو توضیح ندادن، اما احتمالا پری کردن برای حملات رو در رو متقابله و دفاع کردن بیشتر تاکتیکی برای فرار باشه، یعنی اون سیستم دختره. و خب پری کردن ما میدونیم که با توجه جسته یاسوکه میتونید با یک پری و یک کانتر اتک بلافاصله بزنید دشمن رو پوت کنید، ولی خب احتمالا ناو اینجوریه که شما فقط بتونید دفع کنید اون ضربه رو که بتونید برید پشتش ضربه بزنید، یعنی که فرصت فرار داشته باشید چون دختره سیستم مخفی کاری رو قرار ببره جلو. همچنین گفتن که زره دشمنان داره سیستم دیوریبیلیتی هست، یعنی تخریب میشه، میتونه زره ها در طول مبارزه بشکنه، تقریبا تمام آیتم درون بازی میتونن به صورت پویا توسط سلاح شما نابود بشن، یعنی تخریب پذیری بالا، بوته ها، سبد ها، نمیدونم درخت های بامبو، همه رو میتونید بزنید قل و غم کنید. تیرها نیز علائم دقیق سوراخ کردن را ایجاد میکنن، یعنی دقت ریز به جزئیات، که همین دقت کردن به جزئیات بازی ها رو خفن میکنه. همین رو میخواستیم از Assassin's Creed. همچنین از سلاح بازی هم یک سری نام بردن که از جمله کاتانا، کانابو و نیزه، یاری و کونای که توی گوست آف سوشیما هم داشتیم، نیزه کوچیک که پرتش میکردیم، و کوساریگاما و سلاح بلنده را در اختیار شما میذاره همون ابتدا. و خب سلاح دیگه هم نوشتن که احتمال هست باشه که قطعا هم هست اما نخواستن لوش بدن. یاسوکه میتونه از تفنگ های آرکیبوس استفاده کنه، همون تفنگ های ابتدایی که تک تیر میزدن. خب ما توی دوره ای هستیم که الان تو ژاپن با توجه به اون دوره تاریخی پرتغالیا و اسپانیایی ها اومدن و خب این اسلحه ها رو وارد کردن، بس سلاح هم تو بازی ما داریم که توی تریلرش هم مشخص بود دیگه. میگه هر سلاح هم اسکیل تیری مخصوص خودش رو داره که با اکسپیه که جمع میکنید میتونید اون سلاح رو ارتقا بدید. اما مهارت های جنگی با پیدا کردن تومارهای نینجا در جهان بازی به شما اضافه میشن. دو شخصیت بازی دارای درخت های مهارت کاملا جدا از یکدیگر هستند، ولی میتونید از XP و منابع و سلاح های جمع‌آوری شده برای هر دو اونها استفاده کنید. اسکیل تریشون متفاوته اما از سلاحی که
پیدا میکنیم رو جفتشون میتونیم استفاده کنیم که این خیلی خوبه اتفاقا. اما آخرین بخشی که سازنده اومدن روش کامنت گذاشتن و در بایش صحبت کردن مربوط میشه به سیستم نورپردازی، آب و هوای محیط بازی، سیستم تغییر فصلی که گفتن فصل پویا داره، یعنی فصل ها تغییر میکنه، زمستون، بهار، پاییز و تابستون تو همون محیط یکسان و در طول بازی. ممکنه من یک مسیری و پویام هست، تو شب برن شما تو روز برید، من تو زمستون برم شما تو بهار برید، که این خفنش میکنه. و از سیستم گلوبال ایلومینیشن استفاده کردن برای نورپردازی که جزئیات ریز و قشنگ میتونه نشون بده. الان تکنولوژی پیشرفته واسه نورپردازی همین گلوبال ایلومینیشنه که ازش استفاده کردن و گفتن که هر فصل در اساسینز کرید شادو دارای ویژگی های منحصر به فردیه که روی گیم پلی بازی تاثیر میذارن. برای مثال در فصول بهار و تابستون چند و بوتهای بلندی وجود داره که برای پنهان شدن میتونید از اونها استفاده کنید و مراحل رو جلو ببرید. اما در زمستون چون با سرما، با ورود سرما، چمن و بوتها بین میرن دیگه، خوش میشن و خب شما نمیتونید که تو اونها مخفی بشید و دشمنان میتونن شما رو پیدا کنن. همچنین در زمستان ها آبهای چشما و حوضچه ها یخ میزنه و مانع ورود بازیکن میشن. همچنین قندیل هایی ایجاد شده در بازی که میتونن از سقف ها سقوط کنن و جایی شما رو لو بدن. میگم واقعا به جزئیات دقت کردن و همین چیزا که بازی ها رو خفن میکنه، همین جزئیات ریزه. همچنین گفتن که سیستم آب و هوای پویای بازی روی ام پی سی بازی هم تاثیر میذارن، روی دشمنای شما. مثلا اونها نوشته که در تابستان میانه واسه جستجوی شما بوت‌ها رو میگردن، اونها رو از بین میبرن، اما تو زمستون ها اکثرا دور هم جمع میشن که خب فرصت مناسبی رو فراهم میکنه که شما یک اسموک زیرشون بندازید و برید اونجا پشت بزنید، قلقم کنید و دهمنشون سرویس کنید. همچنین سیستم آب و هوای کاملا پویا با توجه به شرط مکانی و فصلی بازیکن وجود داره. وجود آب و هوای خراب مانند مه غلیظ، بادهای زوزه کش، تأثیرات برف روی دید دشمنان و ایجاد طوفان فرصتی خواهد بود که ردپای بازیکن را بپوشاند. یعنی ازش میتونیم استفاده کنیم از مثلا طوفان و اینها که مثلا از دید دشمنان مخفی بمونیم، که میگم واقعا خفن. یعنی نوید یک اساسین کرید خفن رو میده که هایپا رو برده بالا، هایپ من که چسبیده سخت واقعا. اما در اون اندازه نقشه هم صحبت کردن که گفتن اساسینز کرید شادو شبیه به نقشه اساسینز کرید اوریجینه، اندازش و منطقه مرکزی اون ژاپن را به تصویر خواهد کشید. نقشه بر اساس استونهای تاریخی واقعی ژاپن به مناطق مختلفی تقسیم شده، شامل ایگا، خانه شینوبی، آریما، محل نورد بزرگ و اومی، منطقه کشاورزی برد بسکت، که خب ما این محلها رو تقریبا نمیشناسیم ولی الان مردم ژاپن خیلی هایپشون زده بالا دیگه. عمان اساسینز کرید شادو در دوره شکوفایی شهرنشینی، بازرگانی و جنگ رعایت میشه که اجازه وجود تعداد زیادی لوکیشن مختلف رو میده، مانند شهرها، مکانهای بازرگانی، مزرعه و قلعه های عظیم. یه در آن سوی مکان های مسکونی نیز شاهد جنگل و کوه ها هستیم، که قشنگ تنوع محیطی داره دیگه، همه چی دو بازی هست. میگم بهترین دوره رو انتخاب کردم، واقعا دوره خفنیه و یه اسلحه داریم، سلاح سرد داریم، جنگ های داخلی بوده، خارجی ها بودن. میگم فرصت مناسبیه که ورود کردن توش، اما باید قوی کار کنم و فقط من هایپم واسه یوبیسافت فوروارد ماه خرداد که بعد از شوکیس ایکس باکس و پلی استیشن پارسال برگزار شد، احتمالاً امسال هم یک روز بعد از اون، شاید هم یک روز قبل از اون بیاد و برگزارش کنه و اونجا ما میتونیم گیم پلی این بازی رو ببینیم. و فقط من واسه گیم پلیش نگرانم که با این چیزایی که الان خوندیم نوید یه گیم پلی جدید رو میده، نه واسه اون اساسین کرید قبلی که واقعا یه خسته کننده شده. برو تختق بزن. حالا تو میراج اومدن تغییرش یکم دادن، مثلا با یه تیر دیگه میورد، تیر تو سر میزنی من دوست دارم بمیره کاراکتر، یه تیر بزنی بمیره، احتمالا هم همون جوری باشه، سیستم گیم پلی رو تغییر دادن. اما آخرین چیزی که سازنده در باش صحبت کردن راجع به کوئستای شما و ماموریت های شماست. عنوان اساسینز کرید شادو داره یک کمپین غیر خطیه که بر روی از بین بردن اهداف تمرکز داره. همچنین طبق گفته یوبیسافت بازیکنان میتونن به هر ترتیبی اهداف خودشون رو دنبال کنن، یعنی به هر ترتیبی که بخوان. یوبیسافت قصد داره که بازیکنان رو در پیدا کردن مسیر بهشون آزاد عمل بیشتری بده.
توسعه دهنده امیدوار است که با استفاده از کمک‌های کوچک بازیکن را در مسیر درست قرار دهد. یعنی خب دست خودمون گذاشت که اینو باید تو نمایشه بعدی احتمالاً بیان و تصویر توضیح بدن که کاملا متوجه بشیم. میتونیم خودمون انتخاب کنیم ماموریت رو با چه ترتیبی بریم. یکم عجیبه میگم، نیاز به توضیح بیشتر داره. برخی از اهداف به سادگی در جهان بازی وجود دارن و ممکن است به طور تصادفی بازیکن اونها رو پیدا کنه. اما برخی دیگر ساختار گیم پلی محوری به سبک مخفی‌کاری و نفوذ میباشن. یعنی سیستم مخفی‌کاری خیلی بهش پرداختن. بیشتر ماموریت‌های اصلی از طبق انتخاب بازیکن میتونن با هر دو شخصیت یاسوکه و ناو انجام شن. یعنی خودمون انتخاب میکنیم که با یاسوکه بریم یا با ناو. با این حال هر دو شخصیت دارای ماموریت‌های مخصوص به خودشون هم هستن. همچنین هر کاراکتر کوست معرفی به خصوص خودش رو داره. پس داستان رو جدی گرفتن، سرسری نگرفتن. نشون میده که هم میتونیم انتخاب کنیم که با یاسوکه ماموریت بریم، هم با ناو. جفتشون یک شوره خفن دارن که با هر جفتشون بازی میکنی و یک سری ماموریت به خصوص هم دارن که فقط باید با اون کاراکتر بازی کرد. ماموریت های فرعی در کنار کمپین اصلی جریان داره، مانند پیدا کردن قلعه ها، معابد، زیارتگاه و آثار هنری که تو همه بازی ماموریت فرعی اسسین کرید همین جوریه. مثلا اینکه این قضیه تغییری نکرده دیگه. خیلی بازیکن اتفاقا حال میکنن برن 100% کنن که این بازی از اون بازیه که من با توجه به اینکه تو ژاپن دوست دارم واقعا این کار رو انجام بدم. امیدوارم فقط گیم پلی عالی باشه. بازیکنان میتونن شبکه جاسوسی تشکیل بدن همراه با مامورانی که میتوان آنها را به دنبال کشف اطلاعات درباره اهداف فرستاد. خیلی خفنه. مخفی‌کاری در بازی برای بازیکنان و متحدانش نیز وجود خواهد داشت. چی از این بهتر؟ دیگه چی میخواید؟ اما از اینها که بگذریم، قیمتش هم اعلام شد که خب مثل بازی نسل نهمی همه بازی 70 دلاره. این بازی نسخه استانداردش 70 دلاره، گولد ادیشنش که سیزن پاس داره و 3 روز زودتر میتونید بازی رو انجام بدید که یه ذره نامردی 110 دلاره، التیمیت ادیشنش 130 دلاره. فرقش چیه؟ یکم اسکین لباس و شمشیر و این سلاح و این چیزا داره توش دیگه، 20 دلار گرونتره. اما اگه التیمیت ادیشن رو بگیرید از طریق یوبیسافت پلاس، یک روز زودتر میتونید بازی رو انجام همون سه روز زودتر دسترسی رو داره. فقط با ماه 18 دلار میتونید نسخه فولش رو، یعنی همون التیمیت ادیشنش رو با ماه 18 دلار توی سرویس بازی کنید، که این چیز یوبیسافت خیلی خفنه، چون نمیاد نسخه استاندارد رو بذاره توی یوبیسافت پلاسش، میاد همون التیمیت تای تایشو میذاره با همه DLC هایی که فعلا DLC نداره. اما گفتن دوتا DLC هم این بازی داره که DLC Assassin's Creed خدایی خوب بوده، یعنی والهالا که DLC هاش خفن بود. اینم بازی همین به همین شکل کالکتور ادیشنش هم رونمایی شد که واقعا خفن بود و آدم دوست داره پول داشته باشه بخره اینا رو. و اما به عنوان آخرین خبر میخوام بپردازم به گزارش درآمد سال مالی یوبیسافت سال 2024. فروش عناوینشون 27% افزایش داشته، 2.3 میلیارد یورو که همون 2.5 میلیارد دلار رسیده که رشد داشته، 138 میلیون کاربر فعال که 4% افزایش نسبت به سال قبل داشتن، 37 میلیون کاربر فعال ماهانه و ساعت تجربه کلی بازی هم 12% افزایش داشته. 1700 نفر هم متاسفانه اخراج شدن که خب دو سال اخیری که توش بودیم و سال گذشته همه شرکت تعدیل نیرو داشتن. خیلی هاشم برمیگرده به همون قضیه پاندمی کرونا که لعنت بهش، اسمش هم نمیتونه دهنمون درست به چرخه بگیم، برو بر نگرده، که خیلی ضرر زد به این صنعت. اون دوره همه تو خونه نشسته بودن، استخدام ها بیشتر شد، دورکاری ها زیاد شده بود، افراد زیادی استخدام شدن و خب این تعدیل نیروها تو همه شرکت ها بوده. اما همه آمارای یوبیسافت نسبت به سال گذشته مثبت بوده. دلیلش همینه که واقعا خوب کار کردن تو سال گذشته. آواتار رو داشتن، اساسین کریدشون خوب بود، اون بازی کرومتورفستشون خوب بود، بازی خوبی رو عرضه کردن و خب مسیر رو به رشدی داشته. مهمتر از همه پرنس آف پرشیا که واسه ما ایرانی ها یه سورپرایز بزرگ بود با دوبله فارسی که داشت و زیر نویسی که داشت. اما مسیر خوبی یوبیسافت قرار داره، واقعا دارن قوی کار میکنن، فهمیدن که اون شابلونایی که میزدن از بعد فارکرای 6 به خودشون اومدن و الان واقعا به یوبیسافت میشه بگیم که میتونیم امیدوار باشیم. و خب تنها بازی بعدشون همون اسکالن بوم بود که اونم توفیق اجباری بود، دادن که بره که شرش
کم دیگه، یعنی خودشون هم راحت شدن گفتن بدیم فقط بره. خب بچه این همه اخباری بود که از طرف خود سازنده ها اومده بودن صحبت کرده بودن، اینا فکت بود، خودشون توی ویدیو صحبت کردن و اینجوری نیست که کسی لیک کرده باشه، همه اینا فکتایی بوده که خود سازنده بازی اومده راجعش صحبت کرده و باید واسه اطلاعات بیشتر تا یوبی‌سافت فوروارد یک ماه آینده که دیادم یک ماه تقریبا 28 روز اینا باش فاصله داریم، باید صبر کرد که اونجا گیم پلی بازی رو احتمالاً ببینیم. من که واقعا هایپم براش و اگه فقط گیم پلیش هم اوکی باشه درجا زدم تو رگش و با هم یه میریم و تجربهش میکنیم. حتما شما نظراتتون رو برام تو کامنت ها بنویسید، لایک و ساب فراموش نشه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.